اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر و ابقا انه من یأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخافوا درکا ولا تخشوا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم و اذل فرعون قومه وما هدا. در قیامت مرگ مطرح نیست. صحنه قیامت صحنه حیات ابد است. ان الدار الاخره لهی الحیوان. و در جریان قیامت مرگ را اماته می کنند، یعنی مردن را می میرانند، یعنی مردنی نیست. چه گروهی در بهشت باشند چه گروهی در جهنم. اگر مرگی در معاد نیست، چون یقال للموت موت، خود مرگ را میمیرانند، بنابراین ثم لا یموتوا فیها ولا یحیا به این معنا خواهد بود که یقینا جهنمی ها زنده اند، منتها حیات مرفه و آسوده اینها را ندارند. که وضع لا یموت فیها معناش این نیست که نزنده نمرده، چون که در دو روز گذشت. این معنای لا یموت. اما در جریان تقیه سحره، تقیه قبلا هم به مناسبت مطرح شد که گاهی در بیان حکم است که این کار امام و مرجع و فقیه است. همین است دیگر. در دنیاست نه در آخرت. در آخرت اونجا هم به این معناست که لا یموت فیها ولا یحیا، یعنی حیات مرفه و آسودهی ندارد، وگرنه زنده است واقعا. چون اصولا ان الدار الاخرت لهی الحیوان. اونجا مرگ را اماته می کنند، یعنی خود مرگ از بین می رود. خب در جریان تقیه ملاحظه فرمودید قبلا که گاهی تقیه در بیان حکم است که امام علیه السلام کار می کند یا یک فقیه و مرجع این کار می کند. وقتی مضطر شد فتوای تقیه‌ای می دهد. این فتوای تقیه‌ای هیچ حجیتی ندارد، فقط مشکل را از او برطرف میکند. ازام بگن اگر یه چیزی موافق با تقیه بود مضروب علی جدار است و حجت نیست. یه وقتی فتوا به تقیه میدهند نه فتوای تقیه ای. فتوای به تقیه حجت است، یعنی اگر کسی در مورد خطر در حال خطر قرار گرفت می تواند وضو را بر اساس اغتسلوا الی المرافق بگیرد و از شبیه دیگران وضو بگیرد، به جای مسح پا پا را بشوید، به جای مسح سر سر را بشوید، به جای سجده بر تراب بر فرش پوشاکی و خوراکی لبن چیز سجده کند. اینا فتوای به تقیه است نه فتوای تقیه ای. این حجت شرعی است و حکم الله الواقعی است و مجزی هم هست، نظیر تیممه که حکم الله الواقعی است و نه قضا دارد و نه اراده.
پس فتوای تقیه ای برای رفع ضرورت است و حجت نیست، اما فتوا به تقیه کاری که امام یا فقیه میکند به مردم دستور میدهد که در حال تقیه شما این چنین وضو بگیرید یا اون چنان سجده کنید. این حجت شرعی است، نظیر تیمم است، حکم الله الواقعی است. مطلب سوم آن است که چه فتوای تقیه ای، چه فتوا به تقیه جواز اینها بر اساس تزاحم اهم و مهم است، برای اینکه جان ما مردم و بدن مردم به عرض مردم محفوظ بماند. فتوای تقیه ای که حکم اول است، فتوا به تقیه در مقام عمل که حکم دوم است، هر دو جائز شده رو تزاحم. اصل چهارمان است که همونطوری که در تعارض که مال عدله است نه مال ملاکات، در تعارض ظاهر و ازهر، ظاهر و نس و مانند اون معیار حجیتن، در تزاحم سخن از ظاهر و ازهر نیست، سخن از ظاهر و نس نیست، چون تزاحم مال عدله نیست، مال ملاکات است، لذا به اهم و مهم برمیگردد. مطلب پنجم آن است که حالا که محور ترجیح در تقیه فتوایی یا تقیه بر عمل، فتوا به تقیه در مقام عمل، معیار تزاحم بود، هرگز نمی شود اهمی را فدای مهم کرد. مثلا اگر جان کسی در خطر است و کسی اگر فتوا بدهد میگوید به که من برای که آسیب نبینم فتوا دادم و رو جان او در خطر باشد، این چنین نیست، برای اینکه جان او اهم از آسیبی است که این شخص میبیند. یا اصل دین اگر در معرض آسیب باشد، این مصحح هیچ کدام از دو تقیه نیست. یه وقت هستی به کسی میگویند تو لسانن کفر ببرز ندیر جریان امار، این تلفظ به کفر کرده الا من اکره و قلب و قلبه مطمئن بالایمان، این به هیچ چیز آسیب نرسونده، ایمان خودش محفوظه، ایمان دیگران محفوظه، لفظاً یه حرف خلاف گفته، لذا این رو تجویز کردن الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یه وقتی یه کسی نظیر سلمان رشدی پلید او رو وادار میکنن که شما مثلا یعنی کار بونیست به پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم معاذ الله حتف بکن، به قرآن حتف بکن، گرچه او تطمیعاً این کار رو کرده نه تهدیداً، ولی اگر کسی رو تهدید کنن که یه همچه کار رو بکن، هرگز او مجاز نیست که کاری بکند که با اصل دین مبارزه بکنه. و در اون اعلامیه های امام رضوان الله در اوائل انقلاب، اونا که اعلامیه ها رو دیدن مستحضرن که در اعلامیه رسمی امام رضوان الله این بود که تقیه حرام است، بلغ ما بلغ، اونجا که اصل دین در خطر است، اینا آمدن تاریخ شاهنشاهی رو بر تاریخ هجری مقدم داشتن، نام مبارک پیغمبر رو حذف کردن، جریان و کوروش رو مطرح کردن و ده ها کاری از این قبیل، فرمود در جریان کنونی سقوط حرام است، تقیه حرام است، بلغ ما بلغ، برای اینکه اصل این در خطر. پس این چهار پنج مطلب مربوط به تقیه است. سحره فرعون اینا جنجا برای تقیه نیست. اولا اینها مجبور به سحر بودن، مجبور به سحر بودن رو برخی از مفسران این چی نقل کردن که دستگاه طغیانی مصر عده ای رو همون طوری که به عنوان منجم و کاهن و اینها می پروروندن، عده ای رو هم به عنوان ساحر می پروروندن که این سحر رو یاد بگیرن، حالا یا از سحر سودی ببرن یا در اثر علم به سحر از زیان دیگری مصون بمانن. نجوم با اینکه از بهترین و شریفترین علوم ریاضی است، تو بخشای نجوم اینا کار نمی کردن، ولی تو احکام و نجوم کار می کردن. تو کتابهای فقهی این رو ملاحظه فرمودید، از مرحوم سید مرتضی به بعد این تفکیک شده که مسائل ریاضی نجوم
و مسائل علمی نجوم، اینا جزء برکات اسلامی است. اما اون احکام و نجوم، کی طالعش اینه، کی طالعش فلانه، چه روز نحسه، چه روز سعده، چه روز اگر مثلا حرکت بکنن آسیب میبینن یا نبینن و به اینها معتقد باشن، این احکام و نجوم نه ریشه علمی داره و نمیشود اینها رو منشأ اثر دانست. البته فی الجمله آثاری در خارج هست، لکن رو احکام و نجوم اعتبار نیست. تمام این مذمت ها و قد ها مال این فالگیری های نجوم است، نه بخش ریاضی نجوم. اینا تو بخش های علمی و نجومی ریاضی کار نکردن، اما تو بخش های احکامی که با خرافات یه مقدار همراه بود، با فالگیری های مقدار همراه بود، یه درصدی هم اینها گاهی به واقع می رسیدن. هر کدام از اینها یه کاهن و منجمی داشتن. شما اونجرا که مرحوم خواجه طوسی نقل میکند، قبل از او که مربوط به زمان مغل بود، قبل از او اونطوری که شهر زوری نقل میکند، شهر زوری در رسائل و شیرت الهیه نقل میکند که طالیس ملتی اون منجم معروف برای اینکه سلطان عصر خودش رو بفهمونه که بر اساس ریاضیات زمین بین شمس و قمر قرار میگیرد و سایه زمین میافتد روی ماه و ماه را منخسف میکند، این مسائل ریاضی را خواست به او بفهمونه، گفت که شرایطی هست و رصدخانه‌ای هست و این کار را میکنه و فلون وقت این ماه میگیره و فلون وقت هم او خوابیده بود اون سلطان عصر. هم این قصه مربوط به مرحوم خواجه است در جریان مغول و هم مربوط به اونچه که شهر زوری از تالیس ملتی تا یا تالیس ملتی مربوط به حکمای یونان نقل میکنند که وقتی که معمولا در شهر 14 ماه میگیره دیگه، در شهر 14 است که کره زمین بین شمس و قمر قرار میگیره و زمین چون کروی سایه او مخروطه و اگر در سیر قمر این قمر در قسمت قاعده مخروط قرار بگیره میشه خسوف کلی، اگر در رأس او قرار بگیره میشه خسوف جزئی و اگر از کنارش بگذره که دیگه خب خسوفی نیست. وقتی این خسوف اتفاق افتاد اون سلطان هم خوابیده بود، این تابیز دستور داده بود که به این تشت ها بکوبن تا با سرصدای این تشت این پادشاه بیدار بشه و خسوف رو ببینه. همین کار رو هم کردن. از اون به بعد وقتی که هر وقت ماه رو ماه منخسف می شد، گاه اینا به تشت می زدن به خیال این که اگه به تشت بزنن این سایه اون قمر رو رها می کنه. او یه کار عمیق علمی ریاضی کرد، این به دنبال او افسانه را انداخت. این بود دیگه وقتی که تا سالیان متمادی خرافه بود، وقتی که ماه منخسف می شد اینو معمولا به یک ظرفی میکوبیدن، به تشتی میکوبیدن، نمیفهمیدن که رازش چیه. خب این کاری که مربوط به نجوم بود اونا نداشتن، اون کاری که مربوط به فالگیری بود داشتن. فرعون عده زیادی را به فراگیری سحر دعوت کرده است، امر کرده است. اینا کارشناسان سحری بودن. این سحر و کارشناسان سحری که گفتن لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر، یعنی اون که وادارمون کردی که به دنبال این کار زشت و حرام بریم خدا از ما صرف نظر کنه، نه این که ما سحر کردیم در برابر فرعون، او را هم شامل می شود. غرض آن است که ما اکرهتنا من السحر دو بخش دارد. یه بخشش مربوط به اجبار فراگیری فن پلید سحر است، یه بخشش مربوط به اجبار به اعمال سحر است در جریان مبارزه. سحر کاملا فهمیدن به این که با موسی کلیم است. تماشاچی ها در هر رشته بالاخره جاهل به عالم و متخصص اون امر مراجعه میکند، اونم وقتی دیدن متخصصان امر پذیرفتن اونم پذیرفتن. یه عده که عنود و لجوج بودن و هنوز معجزه برای اونها در صورت بیان رشد در نیامده،
سایر معجزاتی را که اونها را روشن بکند رخ داده که بخشش در سوره مبارکه، بخشی از اینا در سوره مبارکه اعراف گذشت. اینا می‌دیدن به اینکه این آب روانی که از نیل یا غیر نیل گرفته می‌شود، نبتی‌ها یعنی پیروان هسته موسی کلیم این رو می‌گیرن در ظرف آب است، می‌نوشن آب است، بقیه هم رو دریا می‌ریزن. اما وقتی اونها می‌رفتن آب بگیرن، همین که آب می‌گرفتن می‌دیدن یه ظرف خون دارن مثلاً استفاده می‌کنن. این دم، این خونی که بر اینها تحمیل شده است، جز معجزات موسی کلیم بود که بخشی از این در سوره مبارکه اعراف اونجا به این صورت آمده است که آیه 133 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. دم همینه که یک معجزه شفاف بین الرشد کرده که دیگه همه فهمیدن. دیگه این که در باره موسی کریم دارد که ما 9 معجزه بیان و شفاف او دادیم، برای اینکه هیچ وقت شبهه‌ای برای کسی نباشه. اگر در جریان مبارزه شبهه‌ای مونده باشه، با رجوع جاهل به عالم حل شد. بر فرضم اون توطئه فرعون اثر کرده باشه، گفته باشه ان هذا لمکر و مکرتمو فی المدینه، با معجزات دیگر حل شد. لذا مردم مصر چه قبطی چه نبطی علا بینت من ربهم شدن، یعنی فهمیدن موسی کریم با معجزه آمده و فرعون با سحر و سحره دارد کار شکنی میکنن. جریان فرعون رو هم قبلا دیده بودن که یه ضربه اون ابلا هم بود، یستحیو النساء هم بود، یسومون هم سوم العذاب بود. تو یسومون هم که قبلا گذشت، اینا را عذاب چر کردن. شما مستحضرید تو بحث زکات، میگن اگر این گوسفندا، این رمه گلدارها به صحرا بروند، اینا را میگن مألوفه و اینا در دامها باشند، در استبل باشند، میگن مألوفه، زکات اونا کمتره. اونا را که برن به بیابان، از بیابان استفاده کنن، بیابان چر بشوند، میگن صائمه. فرعون مردم را عذاب چر کرد، یسومون هم سوء العذاب، این کار را کرده. صائمه به اون گونه از رمه میگن. خب اینا را مردم دیده بودن، سحر سحره را هم دیدن، پذیرش اونها را هم دیدن. لذا لیه به که من حلاکه و یه یا من حیه انبینه شد. اما این جریان که سحره وقتی فهمیدن ایمان نصیبشون شد، روایتی هست که کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، یعنی درست است انسان موظف است فکر بکند به دنبال کار بره، اما بخش وسیعی از امور با فکر انسان شناخته نمیشه. یک رخدادهای فراوانی است که با عمل انسان مسیرش بر نمیگرده. دو حالا که این چنین است، حوادثی در پیش است که نه ما میتوانیم با اندیشه اونها را مهار کنیم و نه با عمل اونها را رام بکنیم، باید به قدرت غیبی تکیه داشته باشیم. در اون روایت آمده است که کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو. شما یه مشورتی میکنید، یه فکر بکنید، یه درصدی اطلاع پیدا میکنید، یک یه توان محدودی دارید، برابر اون توان محدود یه درصدی کامیابی پیش بینی میکنه. دو اما اون چرا نمیدانید بیش از آن است که میدانید، اون چه مقدورتون نیست بیش از آن است که مقدور شماست. بنابراین به اون چه که امید ندارید امیدوارتر باشید. کن لما را ترجو ارجا من که لما ترجو. در زیر این حدیث وجود مبارک حضرت چند شاهد اقام بکند. میگه وجود مبارک موسی کریم به قبس از نار، به امید قبس نار رفت و نور وحی نصیبش شد. سحره فرعون به امید جایزه رفتن که این لنا مثلا لعجدن این کنان نحن المغربون، ایمان نصیبشون شد. ملکه سبا به قصد مبارزه سیاسی و پیروزی در سلطنت رفت و اسلام نصیبش شد.
لذا کن لما لا ترجو ارجان این کلمه ترجو، این میشه کار توحیدی، این میشه توکل. این چنین نیست که این بخشی که ما میفهمیم و میتوانیم تمام فهم و عمل باشه، بخشای وسیعی ما نمیفهمیم و نمیتوانیم، بنابراین اونها را باید با توکل بر ذات اقدس را حل کنیم، گرچه اون مقداری هم که معلوم و مقدور ماست در سایه توکل حل میشه. خب این جریان با علم اسمایی که در بحثای دیروز اشاره شده ختم نمیشه. در جریان علم و اسما که آدم سلام الله علیه اونها را داشت، گاهی سوال میشه به این که اگر عالم اسما بود چگونه مثلا اون نهی تنزیهی یا ترک اولا را مرتکب شد. تو بحثهای اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که اون چرا که بوجود مبارکه آدم سلام الله انجام داد، هیچ کدام بعد این سه قسم نبود، نه نهی تحریمی بود، نه نهی تنزیهی بود، نه ترک اولا، زیرا اینا از مسائل شریعت هست. یعنی اونجا که دین هست، تکلیف هست، یا نهی تحریمیست یا نهی تنزیهیست یا درجات اولا و اولاست که میشه ترک اولا. اما وقتی شریعتی نباشه، دینی نباشه، هیچ کدام از این مسائل سگانه نیست. در اون آسمان جا برای شریعت نبود. وقتی روز مبارک موسی آدم سلام الله علیه بود کرد، بعد خدای صفحه فرمود فاما یأتین نکم منی هدن کذا و کذا، چه در سوره طه که بعد می آید، چه در سوره مبارک بقره که بحثش گذشت، شریعت اون وقتی پدید آمد که آدم سلام الله علیه هود کرده به زمین. آسمانی را باید آسمانی حل کرد. کسی آسمانی حرف بزنه و زمینی فکر بکنه مفسر نیست. اگر این قصه تو آسمان است باید بریم آسمانی. اگر کسی آسمانی نشد لاغت سوالش حساب شده باشه. اونجا نه جای نهی تحریمی است، نه جای نهی تنزیهی، نه جای نه ترک اولا. همه اینها از اقسام شریعت است. فاما یأتینکم منی هدن مال شریعت است و مال زمینه. اگر قصه آدم است تا ما آسمانی یعنی آسمانی، تا آسمانی فکر نکردیم اون بخش از آیات برای ما قابل حل نیست. ما قصه نوح و ابراهیم و سایر انبیاء علیهم السلام چون زمینیان زمینی فکر میکنیم و قابل حله. اما جریان آدم و حوا و کیفیت وسوسه و کیفیت خروج از بهشت و معنای بهشت و معنای تنزل تا آسمانی فکر نکردیم اون قصه برای ما قابل حل نیست. خب بنابراین جریان فرعون هم مشخص بود، جریان سحره هم مشخص بود، از این بعد قصه هجرت شروع میشه. پس شبهه کاملا دفع شده است. آسمانی فرموده شما آسمانی فکر کنید. لذا قصه های روایاتی هم که وارد شده اون بخش های روایات را به وسیله همون که ائمه علیهم السلام که آسمانی هم روشن کردن که اونجا چگونه بوده است، بهشت چگونه بوده است. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که روایاتی که مربوط به درخت منهی عنهای آدم سلام الله علیه بود، این روایات متعارض، ما چه کنیم؟ در بعضی از روایات دارد که انگور بود، در بعضی روایات دارد خرما بود، در بعضی روایات دارد درخت نبود، خوشه بود، خوشه گندم بود. کدام یک از اینا درسته است؟ وجود مبارک امام رضا فرمود همش درسته. برای اینکه درخت بهشت اینجوری نیست که درخت انگور فقط انگور بده، که درخت انگور خرما هم میده، گندم خاصی گندم هم میده. درخت انگور را اون بهشتی میکاره. اینطور نیست که درخت انگور نظیر درخت دنیا باشه، باغبان تابع او باشه، که او تابع باغبانه. خب وقتی با آسمانی ها مثل اهل بیت مراجعه میکنن اون هم جواب میدن دیگر. اگر چون که درخت زمینی باشه، بالاخره درخت زمینی اگر انگور میده، درخت دیگه خرما نمیده دیگه، درخت انگور که دیگه گندم نمیده که. اونجا همون همش درسته. پس بنابراین این چنین نیست که قرآن را کسی بتونه به عنوان کتاب عربی مبین حل کنه. چاره جز رجوع به اهل بیت نیست. اینا آسمانیان، آسمانی فکر میکنن مطالعه برای توشه. خب
خب در جریان تم اون جای تقیه نبود، اونجا اصل ولایت در خطر بود، اونجا که اصل ولایت در خطر است جا برای تقیه نبود. منتها بحث در این است که تقیه جایز است یا واجب. اونجا تقیه واجب است یا جایز؟ حالا اگه کسی اشجع بود نخواست تقیه کند، شاید کار بهتری انجام داده، اون حد اقلش تقیه است به هر تقدیر. خب بس بنابراین این که شبهات اونها هم برطرف شد، جریان هسته آدم هم از سنخ بهشتی بود و وضع فرعون هم کاملا مشخص شد و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله هم در تبیان نقل می‌کند که اول کسی که به دار آویختن تقطیع و تسلیب را رواج داد فرعون بود. خب حالا این حرف که اول کسی که این کار را کرده فرعون بود یه مقدار اثباتش آسون نیست، چون تاریخ مدون در این گونه از امور در دسترس نیست، ولی شهرتش شرا شهرت به فرعون، فرعون معروف به این کار شد که فرعون زروتات هست امثال ذالک. و این تسلیب هم چون بعد از تقطیع و مسله کردن است، این رو باید در لابلای شاخهای درخت بگذارن که کلوعا باشد. اصرار زمخشری در کشاف یک، اصرار فخر رازی در تفسیر کبیر دو که فی معنی خودشه نه معنی علا، یعنی تو درخت میذاریم که مدت ها بمونه که درخت منزله ظرف باشه برای او، کلوعا باشه. مطلب دیگه در جریان این جستجو و فحص کردن است. شعری که دیروز بعض از آیون دادن ما به اون کتاب مراجعه کردیم پیدا نکردیم، حالا اون پیدا کردن بد نیست. البته شعرا هم همین جریان معجزه‌ای که مربوط به وجود مبارک امام کاظم بود اونا هم دارن، اما بالاخره اونا هم از این محدثین گرفتن. مطلب دیگه این که الان که به لطف الهی به برکت خونهای پاک شهدا فرصت امکان هست، حوزه علمی هم به جای رسیده که از سراسر جهان چشمشون به حوزه است و وسائل امکانات برای تتبع و تحقیق فرامه، دیگه این شایسته نیست که این حدیث همچنون مجمل بمونه. خب این بزرگانی که ما از نزدیک دیدیم متتبع بودن، اون اخبار رضا رو که تصدیق کردن گفته ما تو نسخه عتیق ندیدیم. حالا شما فحص کنید یه چند نفری که نسخه شناسن امکانات دارن، این رو مشخص بشه که در نسخه عتیقه اون اخبار رضا این قصه هست یا نیست. ولی برای که روشن بشه حوزه علمیه مردانی داشت و البته در طول زمان دارد که اهل تحقیقن، این قصه را از کتاب رجال نجاشی بخونیم. نجاشی این قصه رو از یکی از همین علمای تهران نقل میکند. الان هم بعضی از احفاد این بزرگوار هستن تهرانی به عنوان ابن قبه. این ابن قبه ای که مرحوم شیخ در رسائل حرف او را در حجیت زن و مانند آن دارد، این از متکلمان و بزرگان همین تهران بود، همین ری بود. مرحوم نجاشی دارد به این که محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه. حالا ببینید در گذشته برای تحقیقیت مطلب چقدر کوشش و تلاش میکردن. مرحوم نجاشی در این کتاب رجالش صفحه 375 در ذیل قصه محمد ابن عبدالرحمن ابن قبکهر تهران بود، الرازی این استان تهران بود، ابو جعفر متکلمان عظیم القدر حسن العقیده قوی فی الکلام، این حکمش لهو کتب فی الکلام فقد سمع الحدیث و اخذ عنه ابن بطه و ذکره فی فهرسته الذی یذکر فیه من سمع منه فقال و سمعت من محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه له کتاب الانصاف فی الامامه، در امامت کتابی نوشت. این یک. دو و کتاب المستثبت، این کتاب مستثبت نقض کتاب ابوالقاسم بلخی. این ابوالقاسم بلخی کیه؟ چگونه ابوالقاسم بلخی کتاب انصاف ابن قبه رو نقض کرده؟ ابن قبه از کجا فهمیده که اون عالم بلخی کتاب او رو نقض کرده؟ چگونه بعد از فهمیدن پاسخ داده؟ و چگونه پاسخ ابن قبه تهرانی را اون
عالم بلخی فهمیده و دوباره رد کرده. حالا این قصه از این بعد شروع میشه. خب این ابن قبه کتابی دارد در امامت به نام الانصاف و کتابی دارد المستثبت که نقض کتاب ابوالقاسم البلخی. کتاب های دیگر هم دارد که کتاب الرد در زیدیه، کتاب الرد در ابی علی جبائی، مسئله مفرده در امامه، اینها رو دارد. حالا اون قصه چیه که الانصاف را این ابن قبه نوشته؟ کی این کتاب را نقض کرده و نقض این کتاب چگونه به دست ابن قبه رسیده و چگونه ابن قبه این نقض را پاسخ داده و چگونه پاسخ ابن قبه به اون عالم بلخی رسیده؟ این رو نجاشی داره شرح میده. میگه سمعت ابوالحسن ابن ملحوس العلوی الموسوی رضی الله عنه یقول فی مجلس الرضی ابوالحسن محمد ابن الحسین ابن موسی و هناک شیخنا ابو عبدالله محمد ابن و محمد ابن نعمان شیخ مفید معروف رحمه الله اجمعین، میگوید سمعت ابوالحسن سوسنجردی، این مال سوسنجرد بود، گفت من از او شنیدم رحمه الله، و کان این همین ابوالحسین سوسنگردی من عیون اصحابنا به صالحی هم المتکلمی و لهو کتاب فی الامامت معروف به و کان قد حج على قدمیه او قدمیه 50 حجتن، 50 بار پیاده مکه رفته. خب از سوسنگرد تا اونجا فاصله هم قد نیست، قدرت های بدنی هم اون روز میش از اینها بود. خب این سوسنگردی چی میگرد؟ میگرد یقولو مزیتو الى ابوالقاسم البلخی الى بلخ. اون روز بلخ جز ایران بود، خراسان شرقی و غربی جز فلات ایران بود. این را رب که قبلا به عرضتون رسید میگفتن شاهنشاهی، برای اینکه امپراتوری بزرگ شرق حجاز بود و از کشورهای فرعی هم باج می گرفتن، لذا می شدن شاهنشاهی، کشور سلطنتی نبود، کشور شاهنشاهی بود. و بلخ هم جزء همین خراسان شرقی است و بعد از تقسیم خراسان غربی، متاسفانه ما یعنی جز تأسف ما این تقسیمه، خراسان غربی جز ایران شد، خراسان شرقی جز افغانستان. مزیتو الى ابوالقاسم البلخی الى بلخ بعد زیارتی رضا علیه السلام به توس. همین عالم سوسنگردی میگوید من مشهد مشرف شدم، به زیارت امام رضا سلام الله موفق شدم، از اونجا به بلخ رفتم خدمت اون ابوالقاسم بلخی که عالم اون عصر بود. فسلمت علیه و کان عارفن بی و معیه کتاب و ابی جعفر ابن قبه فی الامامه، قبلا من میشناخت و وضع و تشیع و متکلم بودن من میدونست. کتابی که ابن قبه در امامت نوشته بود این کتاب همراه هم بود. و کان عارفن بی و معیه کتاب و ابی جعفر ابن قبه فی الامامه المعروف بالانصاف، این کتابی که ابن قبه تهرانی در امامت نوشته به عنوان انصاف، این کتاب پیش من بود. فوقف علیه، این متوجه شد این که پیش منه، این کتاب خاص و مطالعه کرد و نقضه، چند تا اشکال گرفت. اون نقض این کتاب به المسترشد و فی الامامه نام گرفت. پس شده دو کتاب، کتاب اول به نام انصاف است، مال ابن قبه تهرانی است، در امامت است، نقضش مال ابوالقاسم بلخی است به نام المسترشد فی الامامه. این بزرگوار سوسنگردی میگوید من از بلخ برگشتم به تهران، فعدت الى ری فدفعت الکتاب الى ابن قبه، نقض ابوالقاسم بلخی را به اطلاع ابن قبه تهرانی رسوندم. فن نقضه، این شده 3 کتاب، ابن قبه تهرانی،
اشکالات ابوالقاسم بلخی را جواب داد، نقد کرد و اسم این کتاب سوم شد المستثبت فی الامامه. همین بزرگواری که 50 سفر مکه رفت میگوید فحملته الى ابوالقاسم، من از تهران رفتم بلخ، نقض ابن قبه را به اطلاع ابوالقاسم بلخی رسوندم، فنقضه، این شده 4 کتاب. نقض مجدد ابوالقاسم بلخی به این نام شهرت گرفت، به نقض المستثبت، چون ابن قبه جواب نقض را به المستثبت نامگذاری کرد، ابوالقاسم بلخی این المستثبت را نقض کرد به نام نقض المستثبت. همین عالم سوسنگردی میگوید فعود تو الری، من بار دوم از بلخ برگشتم، اومدم تهران به اطلاع ابن قبه برسانم که جواب شما رو او داده است، فوجد تو ابا جعفرین قد مات رحمه الله. این با این تلاش این دین به دست ما رسیده. خب اون روز که امکانات به این وضع نبود، کسی چند بار بین تهران و بلخ را طی کند برای اینکه مسئله امامت برش حل بشه. اگر دین به دست ما رسیده است با این تلاش و کوشش رسیده. تو این نسخه هم خود نجاشی رضوان الله در صفحه 383 میگوید به این که این غیبت نعمانی مال محمد ابن ابراهیم جعفر که ابو عبدالله الکاتب النعمانی المعروف به ابن زینب شیخ و من اصحابنا عظیم القدر شریف المنزله صحیح العقیده کثیر الحدیث قدم بغداد و خرج الى الشام به ماتبه ها، این کتاب غیبت نعمانی قرائت شده و نسخه عتیقش پیش منه. این اجازه روایتی قبلا بود این طور بود، یعنی این کتابی را که مثلا نعمانی می نوشت اون روز که چاپ نبود، این کتاب فرض 200 حدیث داشت یا 300 حدیث داشت، شاگردان خاصی داشت صفحه به صفحه این کتاب ها را می خوندن، اونا یادداشت می کردن، می گفتن بلغ قبالن، یعنی مقابله شد بلغ قراءتن. بعد از این که دوره تحصیل تمام شد اینا اجازه روایت می دادن، می گفتن شما مجازی از طرف من این کتاب روایت کنی. این بود با این جون کندن این دین به دست ما رسیده. از اون به بعد که عصر وراقان و اینها اضافه شده، خب هیچ اعتباری نبود، برای اینکه نسخه را تکثیر کنن می بودن بازار وراق ها، اون وراق یه مقدار پول می گرفت و نسخه را استنساخ می کرد می داد به دست اینا. از اون و بعد جریان جعل و دست و وضع و اینها نفوذ پیدا کرده، 4 روایت از این کتاب کم می کردن، 4 روایت جابجا می کردن. کتاب به نام غیبت نعمانی بود. دیگران چه می دونستن که این کتاب چی آفتی به سر او آمده؟ این اگر در یک کتابی، اگر در غیبت نعمانی، اگر در یک نسخه قدیمی یه چیزی پیدا بشه، هر محققی نمیپذیره مگر اون بزرگوار بگوید که این بلغ قبالن، بلغ قراءتن، بلغ مقابلتن، من اجازه روایت دارم از فلان استاد، از فلان استاد، از اون مؤلف. شما میبینید این بزرگوار از فضلا و از علمای قم بود، این از شکشاویدن مرحوم بروجردی بود، این که من هرچی گشتم تو نسخه عتیق پیدا نکردم این رو. همون کاری که درباره قرآن شده احتمالا درباره روایت هم شده. خب شما درباره قرآن خیلی از این مفسرین نقل کردن که فضائلی که برای سور هست، برای اینکه تشویق بشن مردم به قرائت قرآن، اونا اعتراف کردن، گفته ما چون دیدیم علاقه مردم به قرائت قرآن کم شد این روایت جعل کردیم. این هلک فی اسلام محب قال و مبغض قال همینه، این دوست نادان به جای اینکه خدمت بکنه آسیب میرسونه. روایات فراوانی در فضائل قرائت کردن آیه و سوره نقل شده که بخشی از اینها معتبر نیست. خب اینا رو چرا جعل کردن؟ برای تشویق مردم به قرائت قرآن، یعنی از راه فاسد خواستن به هدف برسن. این بیان نورانی هست سید شهدا همینه که هرگز هدف وسیله رو توجیه نمی کنه.
فبود من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما ترجو و اسرع لمجی ما یحسر. این از غرر فرماشاد حضرت است. فبود هرگز هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. هرگز نمیشه با گناه و مقصد رسید. اگر کسی خواست با گناه و مقصد برسه زودتر از دیگران افت میکنه. من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجی ما یحسر. همه این دوستی بی جا که در باره قرآن بود در باره روایت هم همین فضائل روشن کرده. دایی نیست که انسان این حرف را بکنه. فوق اینا اگه کسی دستش رو ادله قرآنی رو حدیث ثقلین رو حدیث آیات قرآنی پره دیگه نیازی به حرفا نیست. الحمدلله رب العالمین.